با درود خدمت شما عزیزان نازنینان، من امروز اینجا چیکار میکنم؟ ما اینجا امروز چیکار میکنیم؟ عرض شب خدمتون که سپاس که می آیید و به این برنامه طبق معمول همیشگی و به من لطف دارید. عرض شب خدمتون که معمولا لایف ها روز سه شنبه بوده می بوده هست، ولی که امروز یه مسئله خاصی پیش اومده، حالا واسه تون توضیح میدم. ولی این میگم مسئله این بود که فقط همون سه شنبه ها رو شما رو عذاب بدم، اما و اگر این مسئله پیش نمی اومد خب مشخص رو هم بحث رو به قول معروف سیاق سابق میموندیم. اما امروز مسئله چیست؟ مسئله کجاست؟ هر شب خدمت شما که در هفته‌ای که گذشت چند تا از دوستان بسیار خوب، چه از داخل چه از خارج، آمدن از من خواستن، گفتن که کاوه موسوی کیه؟ خیلی داستان داره. نه تو پس چرا صحبت نمی کنی؟ ببینید، معمولا سعی میکنم به افراد و اشخاص نپردازم، توی مثلا چه میدونم حواشی نرم، اما تو این فاصله یکی دو تا اتفاق دیگه هم افتاد که همه اینها با هم جمع شد یه مجموعه و باعث شد که این برنامه رو من امروز بگذارم و مزاحم شما بشم. یکی از این مسائل این بود که خب با خبر شدم که این آقای موسوی از پشت پرده داره به همه زنگ میزنه، هر کس که اسمش مطرح میشه از خانم سهیلا حجاب گرفته تا هر کس دیگر رو داره سعی میکنه تماس بگیره. یعنی مثلا فرض کنید پدر پویا بختیاری رو تماس گرفت با مصداقی، دوتای اینو به قول معروف دورش کردن، و هر نامی که مطرح میشه میخواهد که نام خودش در کنار این نام بیاید. این یکی از مسائل بود و این آدم ها، این هموطنان حق دارند بدانند که کاوه موسوی کیه، کی بوده، از کجا اومده، داستانش چیه. خودش یه داستان میگه، اما به چیز دیگه هم قول معروف بین این خطها خطوط دیگری هم هست. یکی این مطلب، یکی هم یه مطلب دیگه، یکی از کاسدارای ایشون، حالا چرا میگم کاسدارا، ایشون با آقای دکتر قهوه معروفن، چون که میگن بیاین پول قهوهتون رو بدین به من براتون جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارم. باریکلا، یکی از کاسدارای آقای دکتر قهوه آمد و به من که گیرداد هیچی، به خبر بین که گیرداد هیچ، ساعت یک بند شبم از آلمان زنگ زد و ما رو تهدید کرد. نه دیگه، ببین نمیشه. یعنی بعضی ها دیگه این اسم رو این پیشونیشون نوشته شده و منم تو امروز نشده، اگر دقت کرده باشید، تخریب چی رو دست خالی بذارم بره، در خونه ما میسیم کف دستش میره. به هر صورت خوش آمدید. این یه مقدمه و بهر طویلم گفتم که دوستان بیشتر بیان، فقط خواهشم ازتون اینه طبق معمول همیشگی برنامه را به اشتراک بگذارید، به خصوص این برنامه را، چون مطلب مهمه. کسانی که با این آقای قهوه، دکتر قهوه، آقای کاوه موسوی تماس میگیرن، باید بدونن که با چه کسی دارن تماس میگیرن. پس خواهش میکنم از شما در توییتر برنامه رو ری توییت کنید، چون این واقعا به خاطر شما گذاشته شده، در فیسبوک شیر کنید و در یوتیوب هم کانال رو مشترک شید، هر شبت که سابسکرایب کنید. بسیار بدون فوت وقت بریم ببینیم ایشان کیست. آقای کاوه موسوی به گفته خودشون، یه تماس تلفنی هم با ایشون داشتم وقت چند ماه پیش بود، پسر سناتور موسوی هستن. حالا میرسیم به اینکه سناتور موسوی هم کیست.
و قبل از اینکه جلوتر برم این رو هم باید خدمتتون عرض کنم که آلمانی ها یه مسئله دارن، میگن هر کس که لزوماً به سرت فضله کرد و خرابکاری دشمنت نیست، و هر کس هم که از زیر اون فضل و خرابکاری در آورد لزوماً دوستت. این رو پس داشته باشید، این مطلب خیلی مهمه، چون در طول این برنامه بارها و بارها و بارها باز به این داستان میرسیم. خب آقای کاوه موسوی، پسر سناتور موسوی، به گفته خودشون از ایران خارج میشن، تاریخ خروجشون مشخص نیست، قبل از شورش 57 یا بعدش، مثل خیلی چیزای دیگه که خودشون اصلا دوست ندارن راجبش صحبت کنه. من در تلفنی که باشون صحبت کردم 6 ماه پیش، نه عزیزم نه دوست نازنین، در یور تایم پخش نمیشه، باشون صحبت کردم، صحبت این بود که ایشون گفتن من، چون من خواستم ازشون سوال کنم، اول به عنوان یه آدم مسئول، یه روزنامه نگار، بپرسم که آقای موسوی این اتهاماتی که هست چیه داستانش؟ گفتن نه، من راجع به این اتهامات به هیچ کس پاسخ نخواهم داد. گردنم کلفته و به هیچ کس هم پاسخ نخواهم داد. خب باش. پس ما میایم از گفتار خودشون استفاده میکنیم و آن چیزی که خود ما پیدا کردیم، چون خود ایشان هیچ گونه همکاری در مورد هیچ مطلبی با هیچ کس نمیکنن، درشتی میکنن. البته بگذاریم یه سری توهینم بد به من کردن، اشکال نداره، اون رسید کار منه. هر شبه که ایشان از ایران خارج میشن در یه شرکتی، چیزی که وجود داره به نام IBM، داده پردازی، استخدام میشن. بعد IBM ایشون رو میفرسته برای معامله با دولت مکزیک. دولت مکزیک میخواسته سیستمای کامپیوتر هوانوردیش رو عوض کنه، ایشون از طرف IBM میره اونجا و یه دفعه آقای کاوه موسوی میان به IBM میگن که مکزیکی ها 1,000,000 رشوه خواستن. عجبت که این دولت، چی میگن، IBM با دولت آمریکا صحبت میکنه، دولت آمریکا با دولت ملی مکزیک میگه ما کجا رشوه خواستیم؟ اصلا رشوه کسی نخواسته. برصورت مسئله دادگاهی میشه و مسئله رشوه هم ثابت نمیشه. حالا داستان رشوه چی بوده؟ باید خودشون بیان بگم. چون معمولا من اگر بیام بگم به شما که فلانی همه رشوه خواسته، گفته 1,000,000 اضافه بده، شما با اون مستقیم صحبت نکنی، دو چاره داری، یا رشوه رو میدی من به اون بدم، یا اینکه نمیدی. حالا یه شانسیه که باید آدم ها گاب گده شاید واقعا امتحان کنه، من نمیدونم، قصد تهمت زدن نیست. این رو هم بگم، این برنامه برای تخریب ساخته نشد، قصد تخریب نیست، قصد شناخته. و چیزهایی که در این برنامه مطرح میکنم تمام اصطلاحاً پابلیک دومین یا اطلاعاتی هست که شما هم میتوانید روی اینترنت عینش رو پیدا کنید، همین سادگی. خلاص این داستان IBM ایشون بوده تا دهه اوایل دهه 90 آقای کاوه موسوی از روی نقشه گم میشه، نیست، در این فاصله کاوه موسوی وجود نداره، تا اینکه پرونده ای در سال 2001 اگر اشتباه نکنم در مورد ایشون در دادگاه در انگلیس تشکیل میشه و مفاد پرونده بدین گونه بوده که شرکتی به نام ویتول که یه شرکت نفتی هست در انگلیس، شرکت انگلیسی نفتی، میاد در سال 1993 میلادی برای آقای کاوه موسوی، فقط برای ایشون، یه شرکتی در به قول معروف جزایر کارائیب که محل فرار مالیاتی هست ایجاد میکنه به نام بری ترید LTD. این شرکت فقط در سال 1993 به خاطر آقای کاوه موسوی درست میشه. حالا چرا؟ آقای کاوه موسوی آمده بوده و شرکت ویتول رو قانع کرده بوده، قانع کرده بوده که من در ایران و در رژیم، ایران که میگم ایران نیست، رژیم اسلامی هست،
دوستان بسیار پرقدرتی دارم و من میتونم با استفاده از این ابزار قدرت نفت دریای کاسپین رو که قرقیزستان اگر اشتباه نکنم ترکمنستان و آذربایجان استخراج میکنن رو به صورت سواب، حالا اون رو من رو توضیح میدم، بیارم و در خلیج فارس تحویل بدم. قراردادهای سواب نفتی قراردادهایی بود که از روزی که جمهوری اسلامی دریای کاسپین رو گذاشت روس‌ها قطع کنن، خب کشورهای اون حوزه هم نفت پیدا کردن تو دریا دیگه، یعنی مثلا قرقیزستان و چه میدونم ترکمنستان و آذربایجان که از قبل داشته، اینا استخراج نفت کردن و خب اینها راهی برای صدور این نفت نداشتن. جمهوری اسلامی آمد به سپاه، آفتابدارای رهبر، خانواده آخوندا، همین دسته‌ای که گفتم بیشتر نه، اومد اجازه داد که برن با این سه کشور در حوزه دریای کاسپین مذاکره کنن و قرارداد سواب امضا کنن که نفت رو در شمال تلمبه خانه های ایران تحویل بگیرن، این نفت رو به پالایشگاه ها بدن، در عوض این نفت در جنوب از پایانه خارک اینها نفت بدن به تانکرهایی که وایسادن و به قول معروف خریدار اون نفت. صادق محصولی وزیر کشور مملوکی احمدی نژاد، حالا رابطه احمدی نژاد و آقای موسوی رو هم یه مقداری میخوایم بعداً در موردش صحبت کنیم، صادق محصولی کسی بود که یکی از کسان که میلیارد ها دلار ثروت خودش رو از همین قراردادهای سواب اندوخت، یعنی نفت رو بالا تحویل گرفته، پایین تحویل داده، ما با تفاوت قیمت نفت رو از خریدار گرفته به اضافه حق مثلا ترانزیتی که این نفت باید بره و از دریای کاسپین به خلیج فارس برسه، یعنی این را میگویند قرارداد سواب. آقای کاوه موسوی در سال 1993 که این شرکت رو برشون باز میکنن، بری ترید LTD، حالا بذار ببینم اسمش رو برای مثل که درست گفتم، این شرکت کارش این میشه که با کمک دوستان آقای موسوی در ایران، اسامیشون رو خواهید دید، بیایند این نفت رو بگیرن، قرارداد سواب رو بگیرن، در جنوب نفت رو بدن، نفت به انگلیس صادر شه، شرکت ویتول هم خریدار اون نفت. یعنی دقیقاً ایشون به بیت رهبری میتونسته دسترسی داشته باشه تا بتونه چنین قرارداد سوابی رو بگیره. پس این از سال 1993 که این شرکت در برمودا ببخشید اگر اشتباه نکنم تشکیل میشه، به وجود میاد و کار این از اون به بعد میشه خرید نفت، به قول معروف سواب نفت در خلیج فارس. موقعی هم هست که دوران هاشمی رفسنجانی هم هست، این داشته باشین، این هم بازی جای دیگه نصف خواهد بالا خواهد. این مدارکیست که از ایشان، از پرونده ایشان بخشیش رو من جدا کردم، یه مقداری عکس امروز زیاد داریم. در بالا موقعی که میبینید نوشته بری ترید LTD که همون شرکتی باشه که گفتم، با ویتول انرژی که باز شرکت خریدار اصلی باشه، در جزیره برمودا این شرکت رو درست کردم. عرض به خدمت شما که ویتول یه شرکتی هست که در کارهای به قول معروف نفتی دست داره، فروش نفت در دنیا، و عرض به خدمت شما که این اکثر میگم یه ذره بیشتر میذارم بمونه که بعدا اگر خواستید بتونید به عنوان منبع استفاده کنید. و این که عرض شود که نوشته در جولای 2001 برای آقای موسوی در دادگاه پرونده‌ای باز کرده شرکت ویتول، و ویتول ادعا کرده که از می
1996 چندین محموله نفت که متعلق به اینها بوده، یعنی خریداری شده بوده، گم شده و به وسیله آقای موسوی فروخته شده. این در عکسی است که سمت راست هست، آبی کردم همش رو دارید میبینید. و بله، چندین محموله غیب شده این وسط، چندین تانکر، به گفته 10 تانکر، سوپر تانکر. حالا به سوپر تانکر ها هم خواهیم رسید. بعد این دادگاه آمده و دستور فریز اموال یا به قول معروف بلوکه کردن اموال آقای موسوی رو داده در سال 2002، که ایشون هم نگذاشته به قول معروف چی میگن این اوردر به جایی برسه، بلافاصله رفته و ورشکستگی فایل کرده در دادگاه. در عکس سمت چپ که میبینید در قسمت بالاش نوشته رویال کورت، این فایلینگیه که برای آقای موسوی شده بوده. نفر اول آقای کاوه موسوی هستن، نفر دوم خانم خدیجه صاحبی هستن که مادر ایشون باشن اگر اشتباه نکنه، نفر سوم خانم فرزانه پیروز موسوی که خانومشون باشن، عرض شود که نفر چهارم محمد قدیمی قشلاقی. این آقای قدیمی قشلاقی رابطه ایشون بوده با سپاه پاسداران، بیت رهبری، و کسی هم بوده که عرض شود شرکت کشتیرانی صدرا رو هم اداره می کرده در اون زمان. در قسمت پایین همون تصویر اگر نگاه کنید با آقای موسوی صحبت کردم، گفتن که برو روزنامه گاردین رو ببین، برو ببین گاردین راجب من چی نوشته. حالا گاردین کلن مثل کیهان شریعت مداری میمونه در انگلیس، یعنی گاردین از روزی که جمهوری اسلامی آمده طرفدار جمهوری اسلامی بوده و به نفع جمهوری اسلامی نوشته. این ذات گاردینه، این رو داشته باشید. این آقایی که در گاردین نوشته، آقای مایک کوهن، آمده نوشته که موسوی برگشته به ویتول گفته که میتونه ایرانی ها رو بخوانی جمهوری اسلامی رو وادار کنه که نفت رو جهتش تغییر بدن یا همون قرارداد سواب بهش بدن. بعد در قسمت پایینترش نوشته وقتی که آقای موسوی تماسهاش رو محکم کرد با جمهوری اسلامی، البته ایشان ادعا کرده که ویتول ایشون رو بعد از مثلا چند سال از این قرارداد بیرون گذاشته و این دعوا بر سر اینه. بعد عرض شد خدمتون که اردو توسیجه بعد نوشته که ویتول هم رفته دنبال اموال آقای موسوی و همون چیزی که قبلا عرض کردم. پس این یه مقدمه در مورد آقای قهوه، آقای دکتر موسوی. یعنی به همین سادگی که دارم بهتون میگم، ما اینجا در عمل با یک سپاهی وفادار طرفی، کسی که توانسته در ایران به گفته خودش قرارداد سواپ نفتی بگیره و چندین سال این قراردادها رو نگه داره، کار کنه باش. چگونه آیا شمایی که این برنامه رو میبینی، شما عزیز من، شما نازنین من، شما میتونی قرارداد سواپ بگیری؟ برای قرارداد سواپ گرفتن در ایران با چه داشت؟ پس این شروع ماجرا که ایشان 5-6 سال، چند سال دقیقشو نمیتونم بگم، چند سال در کار معاملات نفتی بوده با جمهوری اسلامی و با کشور بریتانیا، شرکت ویتول. این آقای عزیز ما، عرض خدمتون که این هم برگه دیگری است. اگر دقت کنید در سمت راست باز دوباره بالای پرونده، به قول صفحه اول پرونده ایشون هست همون نام ها. گفتم این آقای قشلاقی هم کانکشن ایشون یا ارتباط ایشون با رژیم و سپاه پاسداران بوده. در بخش چپ، قسمت چپ بخش بالا میبینید اونایی که قرمز دورش کردم، در پرونده ایشون آمده که
شواهد بسیار قوی از دیزانستی. دیزانستی اگه بخوایم میشه دروغگویی، بذار اینجوری معنی کنیم، یه ذره امروز محبت داشته باشیم، وجود داشته. و اینکه این ایشان حسابهایی زیر نام مادرش، زیر نام خانومش و زیر نام دیگران باز میکرده برای قایم کردن اموال خودش، و به خصوص از کسانی که باهاشون طرف معامله بود. بعد عرض خدمتتون که این پولهای نفت هم یه مقدار زیادی هم از همین پولهای نفت که معامله شده بوده، همون چند تا تانکری که گم شده غیب شده، اینها هم به قول معروف میسپروپریت شده، غیبش کردن. و اینکه چی میگن، یه چند تا اکانت هم داشته، اکانت این هر نیم رشوه همی وسط مسطح تا پرداخت میکرد. بخش پایین تر نوشته موسوی یک ایرانی هست، یک مقیم ایران هست، رزیدنت، رزیدنت تبعه نمیشه، رزیدنت میشه مقیم. نوشته موسوی مقیم ایران هست، یعنی به عبارت این برگ دادگاه موسوی آن موقع در ایران زندگی میکرده، در دوره سردار سازندگی رفسنجانی گور به گور کوسه کبیر. و اینکه نه ببخشید من اشتباه خوندم، خیلی عذر میخوام. میگه موسوی ایرانی هست که در انگلیس زندگی میکنه و ادعا میکنه که کانکشن های یا ارتباطات بسیار قوی، powerful contacts در ایران داره که میتونه این قرارداد نفت رو به جریان بیاندازه. و اگرم نداشت خب نمیتونست. پس این داستان آقای موسوی هست و اینکه آقای موسوی چگونه این قراردادها رو بالا آورده. و اینکه این بخش قرارداد ایشون هست با آقای قدیمی، که آقای قدیمی قشلاقی هم ایشون رو، پاسدار قدیمی قشلاقی هم ایشون رو در دادگاه سو کرده بودن، پرونده واسه ایشون گذاشته بودن که پول ایشون هم کامل نداده، گفته بوده که یعنی قرارداد اینا این بوده، فقط اینو گذاشتن ببینید چه مبالغی رد و بدل شده. قرارداد اینا این بوده که 9 دلار برای هر تن نفت به آقای قدیمی پرداخت بشه، 9 دلار هر تن نفت بالا نوشته. هر سوپر تانکر که اینها جابجا میکردن 300,000 تن، 300,000 تن نفت داشته. شما 300,000 رو ضرب در 9 دلار کنید، این قرارداد اول آقای موسوی بوده به گفته آقای قدیمی با ایشون، یعنی برای هر تانکر سهم ایشون این مبلغ بوده به اضافه یه مبالغ دیگه که حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. حالا چقدر خودگیر خود آقای موسوی اومده دیگه خدا میدونه. بعد میگه که در جای دیگه گفته که آره نه، این قرارداد بعد اومد عوض کرد با 2 دلار در هر تن به اضافه 30% سود، سود به قول معروف ناخالص، خالص ببخشید، اومد این کار که گروس پروفیت میشه سود ناخالص، یعنی 9 دلار گفته 2 دلار 30% من از سود به تو میدم. این میشه یه همچین رقمایی. میخوام فقط یه دستون بیاد که قضیه چیه. برای چند ماهش آقای قدیمی یه چیزی حدود 3.5 میلیون دلار از آقای موسوی طلب کرده، گفته این پولی که باید به من داده میشده داده نشده. اینا تمام پرونده دادگاه هست، من در خودم نمیگم، زیر تمامش هم خط کشیدم، یه گوشش هم که اشتباه خوندم سه بار عذرخواهی کردم. و در پایین نوشته شده که برای هر محموله، این خیلی جالبه، برای هر محموله 600 هزار دلار ترانزیت فی باید داده بشه. ترانزیت فی به جیب کی میره؟ قدیمی داره پولشو میگیره، موسوی این ور داره پولشو میگیره. این 600 هزار دلار ترانسفر فی، خرج حمل و نقل، این جیب کی داره میره؟ که قدیمی دریافت میکرد، ویتول البته این نفت رو میبرده میآورده،
ولی حالا مثلا این نمونه پولهایی بوده که آقای موسوی در طول این چند سال با این پولا ور رفته و بازی کرده. یعنی همون سالهایی که در ایران رژیم اسلامی داره آدم میکشه، خانواده رفسنجانی، خامنه ای، سپاه دارن غارت میکنن، به کشور تازه جنگ تموم شده، خرابی ها هنوز درست نشده، اما کی به کیه؟ من ایرانی ام آقا، من خیلی ایرانی ام، من اصلا موسوی اسمم، همین الان وقت غارت، سردار سازندگی هم اونجا میرم قرارداد میگیرم. بله این قرارداد آقای کاوه موسوی است و این تازه شروع کار ماست، داریم گرم میشیم. متاسفانه مطلب خیلی زیاد دارم، وقت کم نیارم شانس بوده. بله اینم منزل آقای کاوه موسوی بوده در انگلستان، آکسفورد شایر اگر اشتباه نکنم، محل بسیار بالا شهرشونه به قول معروف، جا حسابیه. این خونه نمیدونم چند سال پیش 400 میلیون پوند در روزنامه ها نوشته فروخته شد. البته ایشون این منزل رو میگن 10 میلیون پوند فروختن. نمیدونم، آقای موسوی به هیچ کس جواب نمیدن، ولی کسی که به قول معروف، یعنی شما نگاه کنید، ایرانی که در انگلیس دارن نگاه میکنن، در اروپا دارن نگاه میکنن، در سوئد دارن نگاه میکنن، شما چی کار باید بکنید که پول داشته باشین یه همچین کاخی رو بخرید؟ پول از کجا میاد؟ اینم درست زمانی هست که ایشون خودشو به آکسفورد گره زده، میگه من استاد دانشگاه هم، رئیس مثلا فرض کنید یه بخشی هستم، ولی مگه رئیس فرض کنید یه دپارتمنت در آکسفورد چقدر میگیره که بتونی همچون خونه بخره؟ این پول پول آکسفورد نیست، این پول پول همکاری با سپاه پاسدارانه، همکاری با رژیم اسلامیه، همکاری با خانواده رفسنجانیه، که البته بعد رابطهشون به هم میخوره ها، موسوی و خانواده رفسنجانی تا اینجا خیلی خوبه. بعد خانواده رفسنجانی موسوی رو دور میزنن، دور میزنن، میرن با ویتول خودشون قرار رو میبندن. یعنی موسوی رکب میخوره از رفقای سپاهیش، خودشون قرار داده میبندن، میدوزن، صدور نفت ادامه پیدا میکنه و این موسوی رو میذارن کنار. و اینکه به همین دلیل هم است که شما نگاه کنید موسوی میره و پسر رفسنجانی رو که در آکسفورد جا داده بودن، حالا کی جا داده بوده آقای موسوی باید به تعریف کنه، کی پسر رفسنجانی بود اصلا تو آکسفورد؟ میگه او این ادعاهاش دروغه، مدارکش دروغه. یعنی میره دقیقا به پسر رفسنجانی گیر میده. دلیلی داشته، یه دفعه صاعقه به سر موسوی نزده به خاطر هموطن من و تو بره یقی پسر رفسنجانی رو بگیره. گرفتاری از قرارداد ویتول شروع میشه، قرارداد ویتول شروع میشه، به قول معروف محدود زمانیش هم هست، میتونید برید خودتون نگاه کنید. پس این از قرارداد نفتی سواب آقا و پولهایی که ثروتی که از این راه اندوخت، ثروت بسیار زیاد که میگم یه قلم خونش این بود. حالا دیگه چی داشت و چی نداشت، آها یه بخشی از داراییاش هم حدود 250,000 دلار فقط یه قلم توی کانادا مثل این که پیدا کرده بودن، که اون رو هم به دستور دادگاه اون رو هم فریز میکنن، اون رو هم بلوکه میکنن. و اینکه آقای موسوی همینطور به کارو به قول معروف کار خودش ادامه میده. خب این تا دادگاهیشون، تا زمانی که میره و ورشکستگی فایل میکنه، یا من ورشکستم بیمه پونه، هنوز داره تو آکسفورد کار میکنه، هنوز داره تو آکسفورد کار میکنه. بلافاصله پس از این ماجراها به ناگاه شخصی ظهور میکنه. اون شخص کیست؟ این نوشته که میبینید، محکم بشینید، محکم بشینید، داستان داره باز جالب تر میشه. این نوشته که میبینید، این گفته سفیر ونزوئلا، بله درست شدید، سفیر ونزوئلا در انگلیس هست، که نوشته
به من اطلاع داد پروفسور موسوی، پروفسورم بهش میگه، به من اطلاع داد که قرار هست مرکز ایشان به اضافه بخش Human Rights Program، برنامه حقوق بشر، در دانشگاه آکسفورد به قول معروف تقاضایی بذارن که برای هوگو چاوز دکترای افتخاری. آقای موسوی، هوگو چاوز، هوگو چاوز میدونین کیه؟ هوگو چاوز همون رفیق فابریک مموتیه. مشهدی چاوز یادتون میاد؟ رژیم چند بار چاوز آورد ایران، برد مشهد، برد قم، برد کوف، برد زهرمار. روابط رژیم اسلامی و ونزوئلا از زمان چاوز گل انداخت و اینا شدن یار قاره هم. ونزوئلا با ایران کاری نداشت. آقای موسوی کارش با ویتول تموم نشده، میاد و نامش در کنار نام هوگو چاوز سر در میاره. مگه میشه؟ آره میشه. چطور میشه؟ بذار بهتون بگم چطور میشه. این فیلمی که الان میبینید فیلمی هست که دار دسته آقای موسوی، دوستانشون، خودشون هم اگر هستن بیان بگن، چاوز رو دعوت میکنن به دانشگاه آکسفورد. Here is the general and historian Hakayu, who's one of my teachers, my masters, my consultant, the president of the International Institute of the Maiquetía Airport is here. Maria Lourdes Urbaneja is here. Sorry, Maria Gabriela Urbaneja. بله بله بله. My daughter is with us too. این خود هوگو چاوز در دانشگاه آکسفورد نشسته به دعوت اینها و داره در مورد حقوق بشر صحبت میکنه. هوگو چاوزی که خودش از بزرگترین ناقضین حقوق بشر، درست مثل رژیم اسلامی. آقای موسوی فنجون قهوه زیر نام حقوق بشر میره هوگو چاوز دعوت میکنه. حالا چه ربطی داره؟ بیان توضیح بدین دیگه. اما شما رفاقت رابطه تون هرچی که بوده با چاوز چی بوده؟ شما از کجا به چاوز رسیدی؟ و تازه شروع کاره، شروع کاره این به قول معروف این چاله هی هرستر و گوتر خواهد رفت متاسفانه. همین آقای موسوی میاد بعد بلافاصله، اینا چند وقت بعد نامه رو امضا میکنه در طرفداری از هوگو چاوز. موقعی که ببخشید در ونزوئلا، موقعی که اولش چاوز میاد، یک کودتای نظامی میشه، یک کودتای نظامی میشه و نظامی ها واقعا سعی میکنه این قده سرطانی چاوز رو بندازن بیرون. اما چاوز به لطف رفقای خارجیش این کودتا رو سرکوب میکنه. بعد چاوز میاد یک کانال تلویزیونی به نام RCTV رو سعی میکنه ببنده. خب بستن تلویزیونه، این قضیه ادامه پیدا میکنه، دولت های دیگه به خاطر این کار محکومش میکنن. بلا فاصله آقای کاوه موسوی و دوستان در حمایت از چاوز، در حمایت از چاوز برای بستن اون شبکه تلویزیونی نامه رو میدن بیرون. و این نامه اصلا آخر گندابه که آقای موسوی شما کار زندگی نداری، در انگلیس نشستی، یه دفعه چی شده رفتی الان داری در حمایت از مشهدی چاوز چرا داری نامه میدی؟ داستان تو چیه؟ بله این یه شمشه. حالا این نگذشته این نامه دیگر باز این گروه میدن بیرون. این نامه داستانش چیه؟ و تمام این نامه ها رو اینترنت هست، قربونتون برم، فقط یه ذره وقت میخواد آدم ببینه. عرض شود که این نامه شرکت اکسون موبایل امریکاییه که ونزوئلا موقعی که چاوز میاد تمام، به قول معروف چی میگن، به زور تمام دارایی های اکسون موبایل رو در ونزوئلا توقیف میکنه، میگیره. اکسون موبایل هم ورمیداره به قول معروف چاوز رو از نظر قانونی دنبال میکنه. حالا آقای موسوی و دوستانش حالا میرن بر علیه اکسون موبایل
و به نفع دوباره چاوز این نامه رو میدن. گندابه دارم عرض میکنم. بله این نامه است که برای اکسون موبایل دادن در دفاع از چاوز و استقلال نوشته ونزوئلا، چی میگن استقلال ونزوئلا. بله حالا چه رابطه‌ای بوده نمیدونم. به هر صورت مشهدی چاوز میفته به درک واصل میشه، و بعدش کی میاد؟ بعدش مادورو، نیکولاس مادورو. نیکولاس مادوروی که قاچاقچی مواد مخدره ثابت شده، امروز تحت تعقیب آقای موسوی داره دسته، میان حالا به نفع آقای نیکولاس مادورو نامه میدن. من فقط میخوام این رو از آقای موسوی سوال کنم که آقای موسوی شما برای چی زیر این نامه رو امضا کردی؟ این خیلی برای من جالبه. در این نامه یه بخش بسیار دردناکی هست. در این نامه بخشی هست که اینها میآیند و به صحبت‌های جیمی کارتر اقتدا می‌کنند که جیمی کارتر گفته انتخاباتی که در ونزوئلا بوده انتخابات بسیار سالمی بوده و از این انتخابات ما بهتر نداشتیم. این صحبت بله، یعنی نمیدونم آقای موسوی میتونن بیان بگن رابطه‌شون با هوگو چاوز با نیکولاس مادورو چی بوده؟ چه دفاعی داری شما از اینو بکنی؟ چاوز و مادورو همون کسانی هستند که سپاه پاسداران از روزی که آمدن سر کار اینا رو حمایت کرد، غیر از این نیست. و دقیقا همون کاری است که آقای کاوه موسوی و رفقاش کردن. چقدر همسو، زیر چه نامی؟ زیر نام حقوق بشر. مسئله میگم اینجا قصد تخریب نیست، قصد آگاهی. ما اگر ندونیم آقای موسوی خط کارشون چی بوده، از کجا آمدن به کجا رفتن و فردا ضربه بخوریم، ایراد از ماست. ولی وقتی که بدونیم، موسوی رفیق گرما به گلستان چاوز بوده، مادورو بوده، رفسنجانی بوده، چه میدونم جمهوری اسلامی بوده، همه اینا بوده، فردا اگر اتفاقی بیفته ببخشید تقصیر ماست. حالا اینا که خوباش بود، کم بعد رفته کجایید کجایید. اینو ببینین، این میگه من خودم اینو دیدم دیگه هنگ کرد. امیدوارم آقای موسوی بتونه بیاد جواب بده. این نامه ایست که دوباره آقای کاوه موسوی امضا میکنه بر علیه دولت اسرائیل این بار. یعنی واقعا یا حضرت خرس. در این نامه آقای موسوی و دوستانش از دولت بریتانیا و دنیا میخواهند که بیاین تمام حمایت خودشون رو از دولت اسرائیل پس بگیرن، به خاطر اینکه دولت اسرائیل نوار غزه رو با بمب زده و داره یک دیوار به قول اینها غیر قانونی میکشه. یعنی دقیقاً حرفهای رژیم اسلامی، حرفهای خامنه‌ای، حرفهای سپاه. زیر این نامه هم نام آقای کاوه موسوی می درخشد. تا اینجا حالا بیایم هم صادق باشیم، تا اینجا واقعا اگر ما چشممونو ببندیم بگیم اصلا جمهوری اسلامی رو نمیشناسیم، ولی یه فردی هست اومده از چاوز اینجوری حمایت کرده، از مادورو اینجوری حمایت کرده، بر علیه اسرائیل این گونه بیانیه داده، این فرد رو شما چگونه دسته بندی میکنید، طبقه بندی میکنید؟ آیا به عنوان یه فرد سالم و قابل اطمینان میذارید از نظر جایی که امروز ما ایرانی ها در مبارزه با رژیم اسلامی ایستادیم؟ شعبده بازی هم نیست.
تمام اینا رو اینترنت. بله خلاصه دوست فلسطینی ها، رفیق چاوز، عرض شود که شریک جمهوری اسلامی، شریک انگلیس، به چی میخواین؟ فقط موندم از اونایی که هنوز دارن پول قهوهشون رو به این میدن. بله گذشته ملاک نیست، ولی هر گذشته ای هم نمیتونه ملاک نباشه. اینو داشته باشید. مثل این مونه که ما فردا بیم میگه آخ خامنه ای خب یه گذشته ای داشته دیگه، گذشته ملاک نیست. باشه یکی دو تا سه تا چهار تا ده، بابا داستان ادامه داره. این فقط سطح گندکاری هایی هست که آقای موسوی به عنوان مثلا فعال سیاسی کرده، سیاسی و اقتصادی. این فقط سطحشه، به اصلش هنوز نرسیدیم. قربونتون برم، روزگار غریبی است. بله حالا برگردیم ببینیم که خواستگاه ایشون کجاست و این آقای موسوی هست. ببینید این خیلی جالبه، میلاد عزیزم دیروز یه نکته بسیار جالبی رو نوشت. نوشت که آقای موسوی که این همه سال خارج بوده، حقوق بشره اینه، من میگه وکیل آقای موسوی وکیل نیست، پروانه وکالتش هم تا الان هیچ جا نشون نداده، اینم داشته باشه. وکیله خب چرا نمیاد سازگارا رو ببره دادگاه؟ سازگارا بیشتر ایرانی ها رو بدبخت کرده یا حمید نوری یه دادیار یه شعبه یه دادگاهی؟ کدومشون؟ اکبر گنجی رو چرا نعمت ببره؟ اکبر پونس که معروفه، مگه اکبر گنجی نبود تو خیابون مردم رو کتک میزد، پونس تو پیشونی زنا میکرد؟ چرا اکبر گنجی رو آقای موسوی نبرده دادگاه؟ سند نداره؟ هست. شاهد نیست؟ هست. چرا سید ابراهیم نبوی طنز نویس مزخرف نویس یاوه نویس رو نبرده که همکار لاجوردی بود، زیر دست لاجوردی تو اوین کار میکرد، چرا اونو نبرده؟ فکر کنید، فکر کنید حمید نوری یه مهره بی ارزش درجه صفر زغارت در پیته، یعنی هیچ کس، یه استخونی که جمهوری اسلامی پرت میکنه برای اینکه کارش بگذره. چه کاری؟ اگر دقت کرده باشید آقای موسوی عضو، یعنی عضو و به قول معروف مسئول عالی قضایی شورای گذار هست، گرازه هرچی هست، اون شورا هست، شورایی که شریعت مداری در آن در عمل همه کار است، یک مش قومگرا دور هم جمع شدن، تجزیه طلب دور هم جمع شدن، هرچی هم از دهنشون در میاد به ایران ایرانی میگن، پرچمشون هم شیر خورشید نداره، هیچی نداره، وسطش عکس یه گرگ خاکستری گذاشتن. عرض به خدمت شما که گفتار کسانی که در شستن هست، از اون صدرالاشرافی چه میدونم و باقی، ایشون عضو اون شوراست. عضو دیگر اون شورا آقای حسن شریعت مداری، پسر مثلا آیت الله شریعت مداری. حالا جالب اینجاست، به دوستی پدر آقای موسوی، یعنی سناتور موسوی، با آقای شریعت مداری برسید. پدر ایشان، پدر بزرگ آقای کاوه موسوی، از روحانیون آخوندهای ایران بود. آقای سید پدر بزرگشون آخوند، پدرشون هم آقای سناتور باشن، از دوستان شریعت مداری بود. برای همین اگر نگاه کنید رابطه الفت عجیبی بین حسن شریعت مداری که امروز شورای گراز رو داره میگردونه و آقای کاوه موسوی در جریان، نمیدونم دقت کردید یا نه، یه عکسی دارم اونجا دارم نگاه میکنم پیداش کنم یا نه، یکی از کسانی که آمد و یکی از دوستان ما اینجا اومد یه عکسی رو گذاشت، گفت آقا این عکس دقت کنید، گفت این عکس حسن شریعت مداری است، قیافش هم واقعا شباهت داره، از نظر سنی هم آنجور بعید و دور نیست.
خب یعنی این میتونه درست باشه، میتونه غلط باشه. آقای کاوه موسوی برداشتن بلافاصله نوشتن این آقا نماینده پزشکی قانونی است، اگر سن شما قد نمیدهد روزنامه اطلاعات آن روز رو ببینید. اما آقای کاوه موسوی هیچ وقت روزنامه اطلاعات آن روز رو نگذاشتن. یک. دو، هیچ وقت نیامدن بگن که خب اگر این نبوده پس چی بوده. یعنی فقط همین خشم و یقه‌دری ایشون به نفع آقای شریعت مداری من رو رسوند به این که ببینم رابطه اینا از بچگی کجا بوده، وقتی که پدرانشون با هم بودن. خب تمام اینا رابطه دنبال شده. بعد ببینید همین آقای سناتور موسوی در گوشه راست تصویر در مورد در روزی که مجلس سنا لایحه انحلال ساواک رو بهش داده بودن و تعقیب محاکمه نخست وزیر و وزیران سابق، آقای سناتور موسوی اون روز فرمودن مصلحت نیست برادران سرباز با دیگر برادران رو در روی هم بایستند. این حرف آقای سناتور بوده، سناتوری که بعدم میاد میشه از قربانیان چه کسی؟ دهباشی. یعنی کسانی که با دهباشی مصاحبه کردند 99% کسانی بودند که رژیم شاهنشاهی رو فروختن، از پشت خنجر زدن. ایشون مصاحبه کاملش در نیامده و در توضیحات صفحه آقای دهباشی نوشته که ایشون چه مزخرفاتی به خانواده پهلوی نسبت داده، به مرحوم امیر عباس هویدا نسبت داده، به ساواک نسبت داده و هر شود که به هر کسی دیگر که دستش رسیده. این 1:45 ثانیه است که دهباشی از آقای سناتور موسوی داده بیرون. اما خب آیا مثلا اینطور بودش که به بحث بگذاره؟ نه دیگه، آقا چه بحثی وقتی که حزب گفته که باید اینطور بشه. مجلس هم مجلس حزبی هست، کاری نداره. بنده برای خودنمایی خودم شاید در یه مطلبی که اهل محل من بهش علاقه داره میرفتم پشت تریبون یه حرفی میزدم که اهالی محل ببینن که موسوی چه نمایندهشون هستش، این حرف زد بهش علاقه نشون میده. واقعش اینه وقتی حرف کار بر مبنای اصول نباشه همه چی کج در میاد. همه کج بود، هیچ بله همش کج بود، هیچ همش کج بود، هیچ. این پدر آن پسر نمیدونم اگه متوجه نشیم با یه همکار رژیم، با یه ایران ستیز طرفی، ایراد از ماست. ایشان آمد، اولا ایشان پروانه وکالت ندارن چون زندان بودن. ایشون در سال 2002 اگر اشتباه نکنم به مدت 1 سال به ایشون زندان میدن که از قرار 8 ماه در زندان میمونن در میان. چرا؟ قاضی دادگاه از ایشون کامپیوترشون رو میخواد و ایشون امتناع میکنن از دادن این کامپیوتر. آنگونه که به من گفتن چون اسامی کسانی بود که تو بانک مرکزی کار میکردن، من نخواستم به قاضی بدم در بیاد اون اسامی. اما در جای دیگه در روزنامه گاردین اونی که براشون مقاله نوشته که ایشان چون فعال حقوق بشر بودن نخواستن نام مبارزان در بیاد. آقا پدر سگ، کدوم مبارزی میاد اسمشو در سال 2000 بده به کسی که داره سواب نفت با جمهوری اسلامی میکنه؟ مبارز اون روز کجا بود که بخواد اسم بده؟ ایشون چون زندان رفتن نمیتونن وکالت کنن. در آمریکا اینطور حداقل یه وکیل رو اگر اینجا بگیرن در حال جرم، هر شود عواقبش 10 برابر سنگینتر و بدتر خواهد بود تا یه آدم عادی، چون قاضی خواهد گفت تو وکیلی قانون رو میدونستی و نباید میشکست. پس ایشون پروانه وکالت ندادن تا الان. در تلویزیون هایشون رو میارن، میگن در جایی میگن داور دیوان بین المللی لاهه هست. دروغ. ایشان در دیوان لاهه هیچ حضوری ندارن، هیچ کاری هم نمی کنن. در جایی میگن قاضی دیوان بین المللی داوری خیر ICC یه سازمانی است که بین شرکت ها اگر اختلاف مالی حساب کنن پیدا کنن رسیدگی میکنه، اختلافات بررسی میکنه، رأی میده.
در این پروسه یه قاضی هست، یه سری هستن بهش میگن آربیتریتر، یعنی کسانی که به قول معروف مذاکره کنندن. ایشون در حد مذاکره کننده شاید یک زمانی بوده باشه، ولی نام ایشان در سایت ICC یافت نشد. هیچ گونه مدرکی که ایشان رو به ICC مربوط کنه یافت نشد. ICC برای پرونده های سیاسی، قضایی، جزایی نیست. ICC که ایشون میخوان فایل همه رو ببرن اونجا فایل کنن، فقط برای پرونده های مالی بین شرکت هاست. و سلام نامه تمام. بعد گفتن دیوان بین المللی داوری بودن. خیر، سمت استادی ایشون در دانشگاه آکسفورد وجود نداره. امروز ایشان در دانشگاه آکسفورد دارقوز هم درس نمیدهند، نیست. کسی از ایشان سوال کرده بود خب آقای موسوی شما پس چرا میگذارید مجری تلویزیون من و تو، ایران اینترناشنال، فرض کنید کوفت‌آباد، بی بی سی، رادیو فردا به شما بگن مثلا قاضی دادگاه لاهه، چرا میذارید؟ جواب ایشون این بوده برای من فرقی نداره اونا چی بگم، به من چه برم اونا رو اصلاح کنم. یعنی من برم توی مصاحبه ای به من بگم مثلا فرض کنید آقای هروی استاد دانشگاه مثلا نیویورک، منم خودم بزنم به خریت بشینم مصاحبه رو دنبال کنم، نگم آقای مصاحبه کننده، خانم مصاحبه کننده، من استاد دانشگاه نیستم، بگم به من چه؟ خب خودشون گفتن. میشه پدر سوختگی، میشه پشت هم اندازی. آقای موسوی هیچ کدوم از این مشاغلی که عرض شد و هیچ کدومش رو امروز نیستن. حالا داستان دادگاه سوئد چیست؟ اولا در سوئد به این صورت هست که من الان یه دوستی دارم، خب میتونم از این دوستم خواهش کنم یه دونه بهش وکالتنامه بدم، بهش میگم فول مک، فرمش هم هست، خیلی هم ساده است که شما آقای دوست من میتونی از طرف من اونجا اقامه دعوا کنی و سلام. این دوست من میتونه بره اداره پلیس این فرم رو پر کنه، فرم پلیس هم ملان پر کنه، بده به مثلا پلیس استیشن، اداره پلیس، پلیس دخون اونجا میگن، و اینکه وردارن این رو پلیس میبره میخونه، اگر زمینه ای داشت میبره میده دادستان، دادستان تصمیم میگیره که دعوا رو به راه بیاندازه و یا نه. تا اینجا وکیل لازم نبوده. آقای موسوی اولا در اون شرکتی که اعلام کردن مکیو که داره پولم جمع میکنه براشون، در اونجا شاغل نیستم. ایشان به گفته آن شرکت مشتری اون شرکت هستند، نه وکیل اون شرکت. ایشان شاغل نیستند، مشتری اون وکیل شرکت هستند. ایشون رفته یه شرکت انگلیسی مجهول الهویه رو آورده در سوئد که براش دعوا کنه. دعوا سر چی؟ دعوایی که دادستان قراره بکنه. اصلا فلسفه این شرکت این وسط چیه؟ یکی بیاد خداییش به من توضیح بده. مدارکش که آقای موسوی داره میگه اینها، این آقای موسوی این داره میگه مدارک من داره از امدادهای غیبی میرسه، داره از سپاه میرسه، داره از قوه قضاییه میرسه. هزار تشکر از منبعی که امروز سوابق خدمات غلام رضا منصوری را از بایگانی قضاییه به ما رساند. بله، یعنی این داره میگه آقا من با رژیم در ارتباطم، مدارکو که اونا دارن. خب باریکلا این مدارکو که به شما میدن، شما همین مدارکو در اختیار من، در کیس نوری دارم میگم، در اختیار دادستان بذاری که خب تمومه. اینجا وکیل لازم نیست. دیگه اینجا این شرکت مکیو چیکار میکنه که شما میری به اسم این شرکت، آدم میگه سری سود میکشه، شما میری به اسم این شرکت تا دیروز 36,857 پوند معادل چیزی در حدود 45 تا 50,000 دلار پول جمع‌آوری میکنی از مردم. این شرکت این وسط چیکار است آقای موسوی؟ شما که سوئدی بلد نیستین و من میدونم در سوئد هم دادگاه انگلیسی صحبت نمیکنن، زبان رسمی خودشونه. شما این وسط اصلا تو این پرونده چه کاره ای؟ چون کجا این پرونده ایستادی؟ اگه مکیو وکیله که داری واسهش پول جمع میکنی، باش پول جمع میکنی، تو چه کاری؟ مکیو خودش اونجا نمیتونه سوئدی صحبت کنه، کیو داره گذاشته برای صحبت کنه؟ و
هیچ شفافیتی تو کار گاوه موسوی نیست. صفر، زیر صفر. به هیچ کس هم پاسخ نیست. همه اینم بهتون بگم، هر وقت که دیدید تلویزیون های خارج مثل بی بی سی، عرض به خدمت شما که رادیو فردا، ایران انتاشقال، من و تو، این و اون، اون و این، یه نفر آوردن همزمان به فاصله 10 روز بهش برنامه دادن، کارشناس اعلامش کردن، بولدش کردن، از اون یه نفر بترسید. اینو من تا امروز یاد گرفتم، امیدوارم شما واقعا بدانید و یاد بگیرید. هرچه زودترم یاد بگیرید زودتر به خونه میرسید، هرچه دیرتر از اینا میان آدم رو گمراه میکنن، نقد میزنن، همون گونه که میبینید میخواد الان انصاری بگیره دیگه، هیچ کاری هم نکرده، حمید نوریش هم اینا به هیچ جا نرسوندن، حالا غلامرضا منصوری که اصلا اسباب خنده شد اومد 10 تا توییت گذاشت، آقا برسید ما دیگه گرفتیمش، این دامنش توی دست ماست، داره فرار میکنه، پولا رو بریزید، پولا رو بریزید، این داره در میره. آخر چی شد؟ غلامرضا نوری چیکار کرد؟ گرفتینش؟ نه. اصلا تونستی کاریش بکنی؟ نه. راحت پاشد رفت رومانی سفارت، از اونجا برمیگرد میره ایران. یعنی آقای موسوی فقط الان قصد داره با همون روحیه فرصت طلبی که داره، با ارتباطاتی که با رژیم داره، این بار هم بیاد خط و حرکتی رو در دست بگیره، جهتی رو در دست بگیره، یا تونم نره امثال شورای گزارها، امثال تجزیه طلبان همیشه مورد مهر و محبت سپاه پاسداران بودن، محبت رژیم بودن. پس بر ماست که فریب این گونه اشخاص رو نخوریم. الانم که من اومدم بیام اینجا بشینم، از دیروز اعلام کردم این برنامه رو، چند تا تلفن داشتم، تهدید، این وکیل، این سو بکن. یعنی این برنامه هزینه داره، من اینجا نشستم. امیدوارم شمایی که داری این برنامه رو میبینی واقعا این رو دست به دست بگردونی تا بیشتر ایرانی ها ببینن که فردا کاوه موسوی نامی دوباره نیاد کلاهی به این گشادی سر ملت ایران بگذاره. نه، اینی که شما میبینید دوست نیست، اینی که شما میبینید دشمنه، اینی که شما میبینید از بغل رفسنجانی اومده بیرون، اینی که شما میبینید همسوی احمدی نژاد بوده، اینی که شما میبینید الان داره همسوی حرکت سپاه تجزیه کار میکنه، اینی که شما میبینید رفیق شریعت مداریه، اینه که شما دارید میبینید. حالا اگر واقعا به جایی رسیدی که بخوای به خاطر حالا نمیدونم حمید نوره چی کار کردن که این هم پول قهوه خواستن و آقای موسوی یک بار نیومده، چون وظیفه است من از دست شما پول بگیرم، باید بیام بیلان بدم، هموطن من قربون چشمات برم، تو که پول قهوه‌تو به من دادی، من از این 10 دلاری که دادی 2 دلارش اینجا خرج کردم، 3 دلارش اینجا، 5 دلارم اینجا گذاشتم، قربونت برم، اینم رسیداش، این وظیفه منه، چیه تعدادی ریختم تو این پول قهوه میدین؟ بعد حالا جلوتر از اینم نمیخوام برم، چون این اتهام آقای موسوی نمیذارم، اما هر موقع من میبینم کسی داره پول جمع میکنه، پول قهوه جمع میکنه، این پولا معمولا پول دیگر هم قاطیش خواهد شد، بعد پولای قهوه هم میخوره تنگش تا همدیگر حلال کنن. نکنید، اشتباه نکنید، اشتباه نکنید، کاوه موسوی ناجی ما نیست، کاوه موسوی در بهترین حالتش ناجی جیب خودشه، در بدترین حالتش ناجی جمهوری اسلامی. من نمیدونم دیگه چجوری بهتون بگم. قیمتش هم دادم، آمدم اینجا نشستم این مطالب رو عیناً نل به نل بیان کردم. نکنید. شمایی که داری میری پر قهوه به این میدی، این حمید نوری که سهله کفترم نمیتونه بگیره، الان رفته دست و سهلا حجاب گذاشته، رفت سراغ پدر پویا بختیاری، یعنی فقط قصدش بیشتر و بیشتر و بیشتر دیده شدنه. والله نه، این آدم وکیله،
این آدم وکیل نیست، وکالت نمیکنه. امروز در سوئد در پرونده‌ای که هست هیچ کاره است، هیچ کاره است. بابا چه زبونی بهتون بگم؟ این پرونده رو دادستان سوئد داره میگردونه. اینا هیچ کارن اونجا، این یه بازی سیاسیه که فقط بیاد اینا کردیت بگیرن، دیده بشن، فردا چه بلای سر من و تو بیارن فقط خدا میدونه. نکن. بس گفتنی ها گفتم، گفتنی ها گفتم عزیزانم، هر آنچه بود رو گفتم دیگه، این باقیش با خود شماست بخواید یا نخواید. بازم اینجا آقای موسوی به اون نوته سرخ پوششون باز هم بیایید تخریب کنید. این تازه نصف مطالب بود، نصف دیگرش هم خواهد آمد. با کسی تعارف ندارم، کلن فضای تخریب رو نمیپسندم، کلن فضای تخریب رو درست نمیدونم و در حاشیه ببینید وارد نمیشم. اما اگر هم بخوام وارد شم اینجوری وارد میشم. خوب شد؟ پس آقای موسوی یا قلاده جانورانت رو بکش یا خودم قلاده آنها رو خواهم کشید. و اصلا تهدید به قتل اینا کار بسیار زشتی است. باید کاش می اومدن یه ذره سر بهشون میدادیم داغ. دوستتون دارم، دوستتون دارم، دوستتون دارم. عزیزانم بار آخر تمنا می کنم این برنامه رو اشتراک بگذارید، شاید مهمترین مطلب باشه. این برنامه رو به اشتراک بگذارید، به دست هر آن کس که میتوانید برسانید تا مردم بدانند که کاوه موسوی ناجی ما که نیست هیچ، از خاندان جلیل آخوندهاست. هر شود خدمتتون که از روزی هم که آمده خارج فکر جیب خودش بوده و بس، نه فکر من و تو هموطن نازنین دوست داشتنی. عالی، این برنامه هم، این دفتر هم به پایان رسید. امیدوارم باز هم خواهش میکنم برنامه رو به اشتراک بگذارید. دوستتون دارم، طبق معمول همیشگی، ایرانی ایرانی ایرانی، به خدا. این بار جدن دارم بهتون، به خدا، به خدا که خود خدای، با سپاس از همیشون.